درود بر تمامی یاران، وقتتون بخیر، خسته نباشید. من برای اینکه دو تا کلیپ میخوام پخش بکنم، اول یه مقداری گوشی و افاقی گرفتم، بعد برای لایو برمیگردونم اون سمت که یه برنامه بسیار بسیار خوب داشته باشیم و در خدمت تمامی دوستان باشیم. تا دوستان به جمع ما اضافه میشن و بانون شیرین نشاط هم ما منتظر هستیم که ایشون هم به جمع ما بپیوندن، من اجازه میخوام از دوستان عزیزم که یک کلیپ تاریخی و بسیار بسیار مهم رو برای شما دوستان نشر بدم تا به هر حال هم دوستان و هم بانو شیرین نشاط به جمع ما بپیونده. من با اجازه شما این کلیپ تاریخی و بسیار بسیار دیدنی و بسیار بسیار البته مهم رو هم برای شما بگم. حدود 100 سال پیش، یعنی سوم اسفند ماه 1290، رضا خانم پنج با سپاه ارتباد همدان و لشکر پیاده نظام قزوین وارد تهران شد. ایران دو سال از قحطی و فقر و گرسنگی رو پشت سر گذاشته بود. از 20 میلیون نفوس ایران، حدود 9.5 میلیون نفر از وبا و طاعون و حصبه و خناق مرده بودند. این بزرگترین کشتار بشریت به تناسب جمعیتی کشور به دست بیماری در کل ادوار کره زمینه. کشتاری در حدود 50% جمعیت ایران. و گاه کسی نبود که جنازه ها جمع کنه. رضا پهلوی هنگام ورود به تهران با صحنه عجیب روبرو شد. با مردمی که دست در خشک خود داشتند. در لشکر مباشری داشت به نام نایب حسین. از او جریان را جلو شد. نایب حسین گفت: سردار سپه، بیماری در این شهر به غایت رسیده است. نیمی از مردم دچار سوزاک و سفلیس و نیمی گرفتار تراخوم و سالک و شپش هستند. بقیه هم از صدقه سر انگلیسی ها سوخته تریاک را گرانتر از تریاک می خرند و مصرف می کنند. رضا خان از دروازه قزوین به باغ شاه که خارج از تهران بود رفت. این قصر متروکه مظفرالدین شاه بود که بعداً پادگان شاه شد. این باغ متروکه نگهبانی داشت به نام میرزا حبیب خان. میرزا حبیب خان به رضا پهلوی گفت: چرا به باغ شاه آمدید؟ به کاخ گلستان می رفتید؟ رضا خان گفت: قصدم تفریح و استراحت و کشورگشایی نیست. برای سر و سامان دادن به این خراب شده آمدم. اما نمیدانم چه کنم. کدام را درست کنم؟ یاغی ها را دستگیر کنم؟ 7 کرور پول بدهی محمد علی شاه و احمد شاه را که از بانک استقراضی روس و انگلیس گرفتند را پرداخت کنم یا برای این مردم شفاخانه بسازم؟ میرزا حبیب خان گفت: به وضعیت خودت سر و سامان بده. اگر به این رعیت سر و سامان دهی، روزی با پای برهنه خواهی رفت. 20 سال گذشت. رضا شاه یاغی ها را سرکوب کرد، بدهی بانک ها را پرداخت کرده و شفاخانه درست کرد. بیمارستان های نجمیه، امیر اعلم، طرفه، سینا، فارابی، لقمان و 500 تخت خوابی یادگار آن دوران است. پروفسور یحیی عدل را از فرانسه به ایران آورد. پروفسور در دانشگاه طب تعلیم میداد و پزشک تربیت میکرد. رضا پهلوی جاده و پل و تونل ساخت، راه آهن ایجاد کرد، بندرگاه ساخت و اداره شیلات و اداره چای را تأسیس نمود. شهربانی و کلانتری و آگاهی و پزشکی قانونی احداث کرد. پادگانها را به خارج شهرها منتقل نمود. دادگستری و وزارت دارایی درست کرد. بانک سپه و بانک ملی را تأسیس کرد. آموزش و پرورش را بنا نهاد. حدود جغرافیایی و مرزهای ایران را مشخص کرده و سر و سامان داد. پول رایج مملکت را رونق بخشید و به معاملات تهاتر و پای پایان بخشید. افراد مسن را از کشیدن سوخته تریاک نجات داد و کوپن تریاک را در داروخانه ها ارائه می کرد و اداره تنباکو را تأسیس نمود. با معتادان کم سن و سال و میان سال به شدت برخورد می کرد. بیماری های واگیردار را ریشه کن نمود. احتکار را برانداخت و محتکران و کم فروشان را سخت مجازات نمود و قحطی را پایان رسید. به کشاورزی سر و سامان داد و به لاعلوجی و احیای مجدد غنام کشور پرداخت و در سایه تأسیس بانک کشاورزی اداره غله را تأسیس نمود.
و بعد از فروش تجویز اولین پادشاهی بود که حرم سرا نداشت. صنعت چاه را راه اندازی بود. دانشگاه تهران را به پیشنهاد روانشاد پروفسور حسامی تأسیس کرد. شهرداری ها را نظم بخشید و اصول خیابان کشی را در ایران اجرا نمود. تاکسیرانی را احداث کرده و حمل و نقل عمومی را بنا نهاد. ساخت آرامگاه فردوسی، آرامگاه حافظ، موزه حضرت معصومه، کتابخانه ملی ایران، آرامگاه عطار و خیام و بابا طاهر و کمال الملک و نادرشاه افشار، ساخت سپاه دانش، بازسازی حرم و گنبد. بانو نشاط، درود بر شما. درود بر جناب علی، شما خوبین؟ خوب هستید. بانو نشاط، قبل از اینکه اصلا وارد برنامه بشیم، ما تصویر شما رو متاسفانه بد داریم. نمیدونم چه جوریه، چیکار کنم؟ دوربینتون رو باید علاوه دوربین رو بستید، یک بار دیگه بزنید همین گزینه رو. ببینید یک گزینه، الان شما چهره خودتون رو توی دوربینتون داری؟ نه خیر، من ندارم. ببینید بانو، یه دونه گزینه دوربین جلوی شما هستش و الان درسته. الان درسته. الان درست. درود بر شما، وقتتون بخیر. همه محبت و بزرگواری شما جوانان. درود بر شما بانو، وقتتون بخیر باشه. عرض ادب و درود احترام دارم و اینکه از دوستانم عذرخواهی میکنم اگر کلیپ رو به صورت کامل پخش نکردیم. وقتی که بانو شیرین نشاط در جمع ما باشه، خودش یک تاریخ به هر حال گویایی هستش که ما هر چه را که به دنبال اون هستیم از بانو شیرین نشاط میپرسیم، چون هم خودشون به هر حال آشنایی دارن و هم پدر بزرگوارشون شادروان تیمسار علی نشاط که به هر حال در دوران باشکوه پهلوی در کنار آریامه محمد رضا شاه پهلوی بودند و من مطمئنم بانو نشاط امروز هم هستند. سربازان ایران زمین هرگز نخواهند مرد، هرگز نخواهند مرد، امروز هم زنده هستند و چقدر ما خوشحالیم که امروز دختر ارشد تیمسار علی نشاط در جمع ما و مهمان منازل ایرانیان عزیز هستش. بانو شیر نشاط، من میدونم شما چقدر گرفتاری دارید، چقدر سرتون شلوغه. ما الانم با زحمت شما رو پیدا کردیم، دغدغه های مبارزاتی و برنامه هایی که به هر حال هست و ارتباطاتی هم که با بچه های داخل و خارج دارید، خب بر هیچ کسی پوشیده نیستش. ازتون خواهش میکنم یک خوشوبشی با بچه ها داشته باشیم، بعد من یه دونه کلیپ هستش، کلیپ رو پخش میکنم، با شما و بقیه دوستان کلیپ رو میبینیم و بعد میگیم که موضوع برنامه ما چی هست و در چه خصوصی میخواییم صحبت بکنیم. فعلا حال احوالی بفرماییم با دوستان که دوستان به هر حال استفاده ببرن از وجود رنگ و گرم شما. مرسی از وقتی که به من دادین. من درود و احترام دارم به تمام عزیزانی که الان حاضرن یا بعدن کلیپ ما رو نگاه میکنن و به هر حال من مدیون شما جوانها هستم و مرسی که منو دعوت میکنید در برنامه هاتون. خیلی چیزا رو از شما عزیزان یاد گرفتم، واقعا درود میفرستم بهتون. درود من هم فقط به میهن پرستانه. درود بر شما، مطمئن باشید جمعی هم که الان ما هستیم داخلش، تک تکشون جز میهن پرستای درجه یک هستن که به هر حال دیگه نیازی هم به تعریف ندارن. بانوشین نشاط، قبل از اینکه اصلا بریم توی برنامه، من یه تشکر ویژه بکنم از جناب آقای سیاوش ارمانیه. یک جوری داره الان این برنامه رو ساپورت میکنه، استرسش هم از همه ما بیشتره، چون به من گفت به محض اینکه من دیدم توی برنامه مشکلی پیش اومد، به هر شکلی که به هر حال شده این برنامه رو ساپورتش میکنیم که بالا بیاد و در خدمت دوستان باشیم. همینجا از ایشون، از ادمین خیلی خوب رستاخیز سیمرغ تشکر بکنیم که به هر حال تلاش میکنن و این برنامه ها رو برنامه ریزی میکنن، هماهنگی هاشو میکنن. من فقط میام اینجا حرف میزنم دیگه، بقیه چیزاش زحماتش با شما دوستان هستش. ما همه از ایشون و ادمینشون سپاسگزاریم.
که اینقدر زحمت میکشن و سالیان ساله واقعا یک سرباز جان برکفن و ادمینشون همینطور، واقعا سپاسگزاریم از این همه محبت، بزرگواری و میهن پرستیشون. و یکی از افتخارات من اینه که با جنابالی، با ایشون، با ادمینشون و بچه های دیگه میهن پرست در تماس هستم. واقعا به من افتخار میدید. برای ما افتخار بانو شیر نشد که با شما الان داریم صحبت میکنیم و واقعا این فرصت برای هر کسی پیش نمیاد. من این را به جد دارم میگم، هر وقت با شما صحبت میکنم یه انرژی بسیار بسیار خاصی دارم. وقت شما رو نگیرم، من این کلیپ رو پلی بکنم با اجازتون ببینیم و بعد راجع به صحبت میکنم. نمیاد که چه زمانی باشیم، ولی ببینم که موقع در دوری شما رو نمیذاشتم بگیر سه نفر و هیچ افسر ارشدی نمیشتم از پشت کارو یعنی کارو رو در سرحنده بازشسته میکرده، یعنی اون نگاه امنیتی مذهبی نمیده، امنیتی نسبت به کارو ها بود. با اینکه در سیستم پادشاهی هم خیلی از کارو ارتش شد افسر ارتشی زیادی کار بوده، ولی اونها رو در سرحنده بازشسته میکرده و به اونها هم تفریه درجه میگیرستم. چند نفری که یکیشون تیمسال بگیری هست، چند نفری که به نوعی مرتبط بودن با دربار و به اون دورم این تبعیض بود و نمیذاشتن پرتغال از سرهنگ به بالا بره. این مسئله واقعی بود که البته خیلی کم میدونن مردم و در سرهنگ بازنشسته میکردم. اون جوانگی اعتمادی اون دورم بود. خب این زمان در دوری شاه من یادم نمیاد که چیزی بوده باشیم، ولی میدونم اون موقعم در دوری دوباره پلش. خب بار شیر نشد، این آقا رو که حتما میشناسید، بچه هایی هم که الان همراه ما هستن مطمئنن ایشون رو میشناسن، آقای علی جوانمردی. و کلیپی که الان ما پخش کردیم از این آقا داره با یک شبکه‌ای به اسم شبکه کلمه گفتگو میکنه. یه شبکه‌ای هست که به قول خودشون شبکه پرباز بیننده‌ای هم هستش و خیلی هم ممبر و نمیدونم فالوور و فلان هم داره و توی این برنامه داره میگه که در دوران پهلوی ارتشی ها از کسانی که کرد بودن به درجه سرهنگی که می رسیدن به خاطر مسائل امنیتی اونها رو بازنشسته می کردن، یعنی نمی گذاشتن یک افسری به درجات عالی رتبه تری برسه بعد از سرهنگی که مثلا تیمسار بشه. و صحبتی هم که داره میکنه میگم از طریق یک حالا اسم خودشون میگن رسانه، ما هم همون به هر حال میگیم رسانه، داره از یک رسانه ای پخش میشه. ولی خب برای من جای سوال شد که واقعا آیا اینگونه بوده یا اینگونه نبوده و هرچند فکر کردیم که ما میتونیم این قضیه رو چجوری حلش بکنیم، ببینیم آیا این آقا راست میگه دروغ میگه، این قضیه صحت داره یا صحت نداره، گشتیم و گشتیم و گشتیم و دیدیم که بانو شیرین نشاط کسی هستش که پدرشون هم در ارتش بودن، هم یک درجه بسیار بسیار عالی داشتن و هم حالا توی پرانتزش رو مطمئنن خود بانو شیرین نشاط خواهد گفت و ما یک سند زنده برای شما آوردیم بانو شیرین نشاط که میخواییم به هر حال این صحبتی رو که آقای علی جوانمردی در خصوص اون به هر حال اومدن حالا اظهار نظر کردن رو به بحث و گفتگو بذاریم. بانو شیرین نشاط شما بفرمایید آیا واقعا این گونه بود؟ اگر من کرد بودم در زمان آریامه در دوران باشکوه پهلوی بیشتر از درجه سرهنگی به من نمیدادن یا ما داشتیم کردهایی را که میرسیدن به درجات عالی تر و بودن در ارتش شاهنشاهی ایران؟ بله، من واقعا متاسفم که آقای جوانمردی به این صورت صحبت میکنن
و بسیار متاسف‌تر هستم، چون از قراری که خود ایشون گفته بودن در مصاحبهشون، پدر ایشون نظامی بودن و همونطور که گفتن کلی مشکلات با پدر داشتن، حتما به خاطر همین دروغگویی‌ها و عقاید اشتباهشون بوده. ما از خبرنگارا، روزنامه نگارا، از جامعه خبری، اخبار همیشه انتظار داریم اخبار درستی رو به مردم بدن، هرچند که خودشون مخالف اون افراد و اون رژیم باشن. به هر حال هر کسی یک عقیده‌ای داره، بنا به گفته اعلیحضرت رضا شاه دوم دلیل نمیشه همه با ما عقیده باشن و طرفدار سلطنت باشن، ولی یکی از به نظر من گناهان خیلی بزرگ افراد، اشتباهات بزرگ افراد، اینه که تهمت و دروغگویی یه بیش از حدی برای دیگران دارن. من خودم شاهدم. اول از همه هیچ کدوم از این آقایون نظامی ریلیتد به خاندان سلطنت نبودن، یعنی هیچ وابستگی با خاندان سلطنت نداشتن، کما اینکه مرحوم تیمسار بگلری رو گفتن که بسیار بسیار ایشون عزیز بودن برای ما و عزیز هستن و تا ابد میهم پرستان به یاد ایشون هستن. من نمیدونم اینا چرا انقدر دروغ پراکنی میکنن، اینا ذهن مردم رو خراب میکنن و متاسفانه مردم ما چون آگاهی ندارن یا در اختیارشون منبع‌های خبری درستی نیست، نمیتونن اینا رو کاملا در بیارن، گوشزد کنن، صحبت کنن و این باعث به مختل کردن افکار مردم میشن. به هر حال آقای جوانمردی میدونن که هر چقدر که ایشون فعالیت کنه برای جدا کردن ایران، کردستان از ایران، به جایی نخواهد رسید. من یه زنه که سنم بالاست، من گردنم بره تک تک اینا رو سرشونو میبرم رو سینه‌شون میذارم و یک وجب از خاکمو به هیچ کدوم از اینا نمیدم، چه برسه به جوانهای میهن پرستی که امروزه هستن با دانش و با افکار بسیار باز و آزاد خودشون دارن فکر میکنن و الان ببینید چقدرشون به طرفداری از دوره از به طرفداری اعلیحضرت رضا شاه دوم اومدن و تمام با پدر مادر رو دعوا میکنن که ما اون دوره رو ندیدیم. مگه شماها دیوانه بودید که یه همچین رژیمی رو آوردید سر کار؟ من البته میدونید 42-43 ساله که تو ایران نبودم، ولی اسامی رو که به خاطر آوردم مخصوصا نوشتم که برای شما عزیزان، برای کسایی که این برنامه رو گوش میدن و میخوان حقایق رو بشنون، براشون نام ببرن تک تک. و البته خیلی از درجه دارامونم بودن و خیلی دیگه هستن که من الان اونها تو ذهنم نیست، فقط کسایی رو که تو ذهنم اومد همین قبل از برنامه فوری برداشتم نوشتم، چون با آقای امانیه صحبت کرده بودم در موردش. و برای آقای جوانمردی متاسفم که اینقدر همکارای خودشون رو پایین میارن و اونها رو هم دروغگو نشون میدن. آقا شما نون سربازی خوردی خونه پدرت، آخه این چه حرفیه میزنی؟ این چه کاریه میکنی؟ این چه دشمنیه داری؟ و میدونید هیچ وقتم موفق نخواهید بود، هیچ وقتم موفق نخواهید بود. من حالا اینجا اسم چند نفر رو برای شما عزیزان میارم که شما فقط همین چند نفری رو که خود من به ذهنم بود
ولی اگر برید کتاب ها یا ریسرچ بیشتر بکنید حتما حتما یک عالمه پیدا میکنید. تیمسار سپهبد عبدالمجید نصراللهی که اکثرشون هم نصراللهی هستن که در گروجرد به دنیا اومده بود، ایشون یکی از اوناست. تیمسار دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش بوده که اهل سنندج بوده و سنی مذهب بوده ایشون. تیمسار سرتیب خالد امامی راد که ایشون هم سنی بودن و افسر توپخانه بودن در سنندج، اهل سنندج. تیمسار سرتیب غضنفر علی گودرز که هم دوره کلاس‌های تکاوری بین المللی با صدام حسین بوده که افسر تکاور ارتش شاهنشاهی ایران بودن هستن. البته این آقایون امیدوارم همشون زنده باشن و سلامت و اونایی که از بین ما رفتن خداوند روحشون رو شاد کنه. سرهنگ بهمن منوچهر اسدی در هوایی نیروی هوایی کرمانشاه بودن. سپهبد نصرالله خوشنویسان اهل کرمانشاه بود. سپهبد امیر حسین ربیعی که فرمانده نیروی هوایی بود مال کرمانشاه بود. سپهبد شاپور آذربرزی مال لرستان بود. سپهبد بدرعی مال کرمانشاه بود که از سرداران بزرگ ما هستند. بانو نشاد، بانو نشاد، میخوای بگی چند نفر از سرداران فقط کرد نبودن؟ اینجوری فکر کنم راحت تر باشیم. اصلا ما یه 5 نفر 6 نفر 7 نفر بگیم که اینا کرد نبودن. اکثریت اینا فقط چند نفرن که من به یاد داشتم. درسته. فقط من به یاد داشتم. ببینید این دروغ گفتن، اینا منظور دارن. اینا هنوز، آخه من چی بگم الان جلوی شما عزیزان، هنوز این عقده پهلوی تو گلوشون مونده، نه راه پس دارن نه راه پیش دارن. نمیدونم چه جوری بیان کنم، شماها باید منظور منو بفهمید. هنوز بعد 2 سال کلافن که یه جور این پهلوی رو خراب کنن. خراب نمیشه قربونتون برم، تا ماها و این جوونا زنده ایم خراب نمیشه. اجازه به من بفرمایید. در نیروی هوایی قسمت مینتننس سرتیپ نوری بود، تیمسار نوری بود که فرمانده گروه هوایی شاهزاده رضا پهلوی در آمریکا که ایشون هر وقت میخواستن در آمریکا پروازی داشته باشن، این تیمسار نوری هواپیماشون رو چک میکرد که ایشون از کرمانشاه هستن. آخه تیمسار بگلری که در لشکر گارد بودن، در لشکر گارد بودن، نه فرمانده گارد جاویدان یا نمیدونم فرمانده گارد شاهنشاهی، که ریلیتدی بودن با خاندان پهلوی. شما یکی از این افسرهایی رو که من نام بردم بفرمایید که با خاندان پهلوی وصلت کردن، چجوری ریلیتد بودن؟ اینا سربازایی بودن که قسم خوردن، پدر خود من تمام عموهای من، نسل من، پدر بزرگ من رئیس گمرکات کرمانشاه بود. آقای نشاط، آقای احمد نشاط که پدر بزرگ من می شدن. و بعد جد من معتمد الدوله نشاط اصفهانی که از اصفهان می آمدن. تمام عمه‌ها و عموهای من در کرمانشاه و نمیدونم پسرعموهاشون در بروجرد و اینا
به دنیا اومدن. پدر منم خون کرد داره، پدرشون مال اونجا بودن. آخه چرا دروغ میگی؟ چرا اینقدر دروغ میگید؟ آبروی همکارای خودتون رو میبرید، آبروی خبرای خودتون رو میبرید. تا کی؟ تا کی میخوایم به این ادامه بدید؟ من واقعا شرمندم که یک فرزند نظامی که نون سربازی خورده، نون اعلیحضرت رو خورده، پدرای شما قسم خوردن به اون پرچم و آب و خاک و میهن، به اون پادشاه. خجالت داره. آقای جوانمردی، از شما این انتظار نمیره که بچه نظامی هستی. تا کی میخواید دروغ پراکنی کنید؟ تا کی میخواید تو سر همکاراتون بزنید و بگید من در وی او ای کار میکنم، در وایس آف امریکا کار میکنم، ولی این برنامه برنامه شخصی منه. برای اینکه در اونجا اجازه بهتون نمیدن این مزخرفاتو بگید. خجالت داره. از جوونا خجالت بکشید. فعلا ما زنده هستیم و میتونیم اینها رو فاش کنیم. واقعا خجالت آوره. نمیشه چیز دیگه ای گفت. شما هر عقیده ای دارید، ما براتون احترام قائلیم، ولی دروغ پراکنی نکنید. اول برنامه این کلیپی که آقای رادمان گذاشتن رو شما ملاحظه کردید. چقدر خدمت به این ملت شد، از رضا شاه بزرگ، از رضا شاه کبیر، از شاهنشاه آریامهر، خدایگان شاهنشاه آریامهر، که من هنوز بعد از 42 سال کلیپای ایشون اصلا سیرمونی ندارم اینها رو میبینم. خدماتی که کردن به این ملتی که در شپش و زردی یرقان و نمیدونم تراخم و هزار مرض داشتن زندگی میکردن، همون آب آشامیدنیتون رو چجوری اینا درست کردن به خوردتون دادن. خجالت بکشید. اینقدر دروغ پراکنی نکنید. فکر نکنید خودتون رو بزرگ میکنید. یه سنی ازتون گذشته، اقلا از سنتون خجالت بکشید. گردن ما بره، یه انگوش از اون خاک رو نمیذاریم شماها بخورید. خجالت بکشید. درود بر شما بانو نشست. خیلی به درد آوردم، من در خدمتتون هستم. اختیار دارید. واقعا آدم ناراحت میشه. آدم اینقدر نمک بانو نشست، صداتون قطع شد برای من، اگر صدای منو داری. دوستان شما صدای بانو نشست رو دارید؟ اگر یک پیام به من بدید سپاسگزار میشم. من یک لحظه صدا برای من قطع شد. بله بله، شما درست میفرمایید. ماشاءالله این بچه ها از وقتی که این کلیپ رو دیدن مال آقای جوانمردی رو، من هر لحظه شب صبح این تلفن های من مشغول که خانم اینا درسته، بابا یه سری جوان هستن. واقعا از شما و جناب سیاوش خان تشکر میکنم که این برنامه رو گذاشتید و اجازه دادید من هم عقده های دلم رو برای شما بیرون بریزم. واقعا ناراحتم. سپاسگزارم بانو. بانو نشاد، ما در ابتدا گفتیم که آقای علی جوانمردی، یعنی ایشون را با نام آقا خطاب کردیم، چون من یکی خود من وقتی که این مطالب رو مثلا میشنوم دنبال یک سندی میگردم ببینم آیا ایشون راست میگه یا دروغ میگه. هرچند دروغگویی این شخص امروز بر هیچ کسی دیگر پوشیده نیست، یعنی فقط در این خصوص نیست تا که ما بگیم این یک مورد. وقتی که خیلی نام دروغ کاملا درست میفرمایید، دیگه کسی اطلاع نمیکنه، طرفداران خودشون رو از دست میدن. و من اینجا از تمام دوستان اولا خواهش بکنم، وقتی که ما یک شخصی رو میبینیم که داره دروغ پردازی میکنه، اون هم به یک شخصیتی همچون آریامهر، ببینید در مورد من دروغ نگفته،
در مورد بانو شیرین نشاط دروغ نگفته، در مورد کسی دروغ گفته که ما او را خدایگان خودمون مینامیم، ما او را پدر ایران زمین مینامیم. اگر یک شخصی امروز به پدر من یک حرفی بزنه، من با شوخی ندارم که جلوش در میام. اگر یک شخصی خدای نکرده به پدر بانو شیرین نشاط بخواد دروغی بر حال ببنده، بانو شیرین نشاط در برابرش کوتاه نمیاد. شاهنشاه، آریامهر، محمد رضا شاه پهلوی، خاندان ایران ساز پهلوی پدر ما هستن، پدر ایران زمین هستن، پدر تک تک ما هستن. وقتی یک شخصی میاد در این خصوص دروغ پردازی میکنه، مطمئن باشید بقیه اخبارش هم اخبار جعلی و اخبار دروغین هستش. نمونه بارزش که من بارها و بارها به دوستان گفتم، برای تخریب خاندان پهلوی میاد میگه که شاهزاده رضا پهلوی هیچ وقت از زندانیانی که به غیر از مشروط خواه باشن حمایت نکرده. شاهزاده رضا پهلوی یک پیج داره، یک کانال تلگرامی داره، این سنده. شما برید از بالا تا پایین نگاه بکنید ببینید، حتی گاهن برای افرادی که حتی من اینو دارم میگم که هیچ سنخیتی، یعنی حتی دشمنی داشتن با خاندان ایرانساز پهلوی، برای اونها هم که امروز شرایط اسفناکی دارن میاد پیام میگذاره، میاد برای اونها پیام میگذاره. پس ببینید این فرد با دروغ و با نیرنگ قصدش اینه که بخواد چیکار بکنه، بخواد این خاندان رو خدایی نکرده لکه دار بکنه. اما بانو شیرین نشاط حرف خیلی قشنگی زدن، گفتن ما نمیگذاریم جوانهایی که امروز در این برنامه هستن و مسلمن این برنامه رو خواهند دید، به هیچ وجه ممکن نمیگذارن افراد دروغوی مثل جوانمردی که حیف نام آقا که دیگه الان بخوایم اول اسمش بگذاریم، بخواد بیاد این حرفها رو بزنه. به قول یکی از دوستان بهش نگیم آقا، بهش بگیم مردک. واقعا من عذرخواهی میکنم این کلمه رو دارم به کار میبرم، ولی شخصیتی که جناب رادمان، آقا هم به دو صورت نوشته میشه، یکی با غین یکی با قاف. کاملا دیگه بانو شیرین نشاط دیگه ختم کلام کردم. پس آقا جوانمردی رو ما دیگه از این به بعد به گفته هاش، به سخنانش بها نخواهیم داد، چون ایشون داره به هر حال فقط قصدش تخریب و دشمنی دارن میکنن. فکر میکنن که میتونن جوونا رو گول بزنن، میتونن جوونا رو به طرف خودشون بکشن. آخه این چه خصومتیه، چه ناراحتیه بابا، نون سربازی خوردی، خجالت داره. من برای همین فقط متاسفم که شما فرمودید ایشون پدر خودش هم ارتشی هست و کسی که بله، پدرش ارتشیه و لقمه نونی که سر سفرهشون اومده نان سربازی است، متاسفانه به این شکل بخواد اینقدر دشمنی داشته باشه با خاندان ایرانساز پهلوی، متاسفانه این برای من اصلا باور کردنی نیست. البته من اینجا این رو باز بکنم خدمتتون، وقتی میگم نون سربازی، این نیستش که از سربازخونه نون آورده باشن و بچه ها تیست کرده باشن. مسئله اینه حقوقی رو که میگرفتن و خرج میکردن و با اون زندگیشون رو میگذروندن، اون نون سربازیه، حقوق پدر بوده. خب معلومه اون پدر چقدر با شما بگو مگو داشته یا شما با پدرتون گرفتاری داشتی. بانو شیرین نشاط یه پیامی اومده، من پینش هم کردم، دوستی آقا رو با قن نوشتن و نوشتن آقای ناجوانمردی، یعنی جوانمردی هم واقعا در ایشون وجود نداره. و سپاسگزارم از شما که به هر حال در این برنامه بودید. اگر در من میدونم شما واقعا شرایطتون چه شکلی هستش، هرچند من خودم سیر نمیشم اصلا از صحبت کردن با شما، اگر اجازه بدید این کلیپ یک دقیقه است، چون دوستانی تازه به جمع ما پیوستن، من یک بار دیگه این کلیپ صحبت‌های آقا ناجوانمردی رو پخشش بکنم و بعد اگر شما سخن پایانی دارید که من در خدمت شما باشم. من یک لحظه این کلیپ رو پخش می‌کنم. اجازه بدید باشم ببینم اون موقع در دنیای شما نمی‌ذاشتن ارتباطات فامیلی اشتران با اعضای دربار بریر سه نفر و هیچ افسر ارشدی نمیشتن از کرتها رو، یعنی کرتها رو در سرحنه بازشسته میکردن. یعنی اون نگاه امنیتی
مذهبی نبوده، حضور همه یتیم مثل به کردها بود، با اینکه در سیستم پادشاهی هم خیلی از کرد ارتش بوده، افسران ارتشی زیاد کرد بوده، ولی اونها رو در سرهنگی بازنشسته میکردن و به اونها هم ترفیع درجه میگرفتن. چند نفری که یکیشون تیمسار بیگلری، از چند نفری که به نوعی مرتبط بودن با دربار و به اون دوره این تبعیض بود و نمیذاشتن کردها از سرهنگ بالا بره. این مسئله واقعی بود که البته خیلی کم میدونن مردم و در سرهنگی بازنشسته میکردن. اون جوانی اعتمادی اون دوره بود. خب این زمان در دوره شاه نبود بانو شیر نشد. البته دروغگوی خوبی هم نیستش، یعنی وقتی که داره دروغ میگه، یکی دروغ میگه آدم میخواد باور بکنه، ولی ایشون اصلا دروغی میگه که توی ذهن انسان حتی وارد هم نمیشه. بانو شیر نشد، یک پیام برای مطالعه چیزی رو صحبت بکنه همیشه به همین صورت میشه. میدونید ایشون بیشتر من فکر میکنم که با حالت هرس، با یه حالتی که بخواد خاندان پهلوی، خاندان بزرگ پهلوی رو خراب کنه میگه. شاهنشاه آریامهر شما ببینید از دشمنان خودشون گذشتن، اجازه ندادن اعدامشون کنن، اونهایی که حکم اعدام داشتن. آخه بابا بسته بسته. بانشون میشنست بانوشیر نشد، یک پیامی اومد توی پیام هایی که دوستان فرستادن. دوستی بس. گفته که درود و جاوید شاه خدمت شما بانو نشاط گرامی، من یک کرمانشاهی اصیل هستم و امثال این غیر ایرانی میهن فروش، منظورش همون آقا ناجوانمردیه، جایی در ایران نداره، خواستم خدمت شما بفرمایم که تیمسار سپهبد عزیزالله تالیزبان از مهمترین پست های امنیتی و اطلاعاتی را داشتن. یعنی علاوه بر این که بفهمید، علاوه بر این که به درجه تیمساری میرسن، حتی در جایی بودن که یک پست امنیتی و اطلاعاتی دستشون بوده و ایشون هم از کردهای عزیز سرزمینمون بودن. اگر مطلبی شما دارید بفرمایید، اگر هم که نه که به هر حال ما از خدمتتون مرخص بشیم، ولی بله دوستان یک جنبندی هم داشته باشیم. بله من از حضور این آقا یا خانم عزیز که اینو یاد من انداختن بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم اهورامزدا پشت و پناه همه شما کردها و از هر قسمتش که هستید باشید باشد و سپاسگزارم که یادآوری کردید این رو. من واقعا سپاسگزارم از این اطلاعاتی که اظهار محبت کردید و خیلی خوشحال میشم که جناب رادمان هر از چندی یه همچین برنامه هایی بذارین و این دروغ ها رو افشا کنن. جوانهای ما، بچهای ما، عزیزان ما هر کدوم اطلاعاتی دارن به ما برسونن، چون همونطور که عرض کردم خدمت همگی، من خودم 42 سال اومدم از ایران بیرون، اینه که من خبر زیادی ندارم و علت گرفتاری من و اومدن بیرون من هم که قبلا با شما صحبت کردیم فکر میکنم همه بدونم و باید اینها رو بریزیم بیرون، دروغ‌ها رو بریزیم بیرون، همه رو درست کنیم. جوانهای ما احتیاج دارن حقایق رو بدونن، لااقل تا نسل ما زنده است، چون تاریخی که الان دست این اراذل اوباش جمهوری اسلامی که مثل خفاش روی ملت ما افتاده و مردم بیچاره هزار جور گرفتاری دارن. دقیقاً بانو شیرین نشد. بانو شیرین، من در کنار صحبت‌های شما یه خواهشی دارم از دوستانی که همچنین دوست عزیزمون که از کرمانشاه پیام دادن و چقدر واقعا پیامشون زیبا هم بود و شما هم تشکر کردید و یادداشت کردید نام این بزرگوار رو، هم من دقت کردم دیدم شما یادداشت کردید که در لیستتون داشته باشید. از دوستانی که
در جمع ما هستن یا بعد از این برنامه، این برنامه رو از طریق حالا تلگرام یا ما سیوش هم میکنیم در اینستاگرام این برنامه رو دنبال میکنن و میبینن، من یک خواهشی بکنم از تک تک این دوستان که اگر اطلاعاتی دارید در خصوص افرادی که در دوران باشکوه پهلوی به هر حال به درجه تیمساری و حتی بالاتر رسیدن و کرد هم بودن و شاید ما شناختی نسبت به اونها نداریم و بانو شیرین هم اسامی رو در ابتدای برنامه اعلام کردن ولی شاید حالا توی ذهنمون نباشه یا حالا ما نشناسیم اون افراد را، مثل این دوست کرمانشاهی که اومدن معرفی کردن، از تک تک دوستان خواهش میکنم که اگر افرادی رو میشناسید حتما حتما این اسامی رو یادداشت بکنید برای ما ارسال بکنید، هم بانو شیرین شد هم ما بتونیم اینها رو انتشار بدیم، هم سپاسگزاری بکنیم از تلاش تک تکشون، به هر حال یادشون رو ما زنده نگه داریم، اگر زنده هستن که به هر حال ما به هر حال در خدمتشون باشیم و اگر هم دار فانی رو به هر حال ودا گفته باشن برای روحشون آرامش ابدی رو بخوایم و این به هر حال یک وظیفه است بر دوش تک تک دوستان، اگر کسی رو میشناسند از کردهای عزیز حتما و حتما حتما اطلاعاتش رو برای ما ارسال بکنم. من از شما بانو رادمان شما میدونید کردها از عزیزان ما هستن، من خودم الان کلی از خانوادم پسر عموها و عزیزانم در کرمانشاه دارن زندگی میکنن و هر کدومشونم اینطور خدمتتون بگم چندین مرتبه زندان افتادن. درست. دستمون از همه جا بریده. بفهم. من در ابتدای صحبتم عرض کردم، گفتم ما زمانی که این کلیپ رو دیدیم دنبال اسناد گشتیم و گفتیم چه سندی بهتر از بانو شیرین نشاط که هم پدرشون به هر حال ارتشی بودن، هم به درجه عالی سپهبدی رسیدن و هم یه پرانتزی گذاشتم که دوست داشتم اون پرانتز رو خودتون پر کنید که پرم کردید، پدر بانو نشاط خودشون از کردهای عزیز سرزمین ما بودن، یعنی کسی که فرماندهی گارد جاودان پادشاهی رو به عهده داشته یک کرد بوده. پس ببینید این آقا در دروغگویی واقعا دست چوپان دروغگو رو ما میتونیم بگیم از پشت بسته، برای تخریب پادشاه، برای تخریب خاندان پهلوی میاد این صحبتها رو میکنه، در صورتی که دوستان گفتن تیمسار پالیزبان یا بله من الان یادم اومد، بله کاملا علی نشاط. البته من خدمتتون بگم پدر من تهران به دنیا اومدن ولی امای من در کرمانشاه، به خاطر اینکه اون زمان پدر بزرگ من رئیس گمرکات کرمانشاه بودن و بعد که به تهرانیان، چون پدر من بچه کوچیکتر بودن، دو تا مونده به آخر، سه تا مونده به آخر، ماشاءالله 19 تا بچه بودن، روانشون شاد باشه و خون کردی توی وجودشونه. ما اینجا از تمام کردهای سرزمین هم. من میدونم کردها جزء ایرانیانی هستند که بله انسانهای با غیرتی که از ابتدای شورش 57 در مقابل رژیم منحوس جمهوری اسلامی ایستادند و تا به همین امروز مبارزه کردند. خیلی از اونها واقعا افراد بسیار بسیار بزرگن، جان دادن، پای چوبه های دار رفتن، متاسفانه تعدادی از این نازنین ها به وسیله همین رژیم منحوس کولبری مجبور به کولبری شدن، با تیرهای این رژیم جان خودشون رو از دست دادن. ما به همه اون عزیزانی که جانشون رو برای ایران، برای سرزمینشون، برای این کشور عزیزمون از دست دادن آرامش ابدی رو خواست داریم. بانو شیرین نشاط من میدونم شما درگیر کار هم هستید، ما هم مصدق اوقات شما شدیم، بسیار بسیار سپاسگزارم. برنامه بسیار خوبی بود و ما تونستیم این حالا نام چه بگذاریم برش، این ناجوان مرد تاریخ که مسلما نامش به ناجوان مردی ثبت خواهد شد را افشا بکنیم، یکی از برنامه هایی بود که این شخص رو افشا بکنیم به دروغگویی. من سپاسگزارم
از سرباز دیدبان، از سیاوش امانیه عزیز که اینقدر تیز بینانه میشینه این برنامه ها رو نگاه میکنه، رصد میکنه و این نکات رو در میاره و برنامه ریزی میکنه که ما بیایم واقعا افشا بکنیم و به جوانهایی که شاید حالا بندگان خدا اطلاعاتی هم ندارن هوشیاری بدیم. من از ایشون هم سپاسگزارم، از ادمین عزیزشون، از شما که وقت گرانمایه‌تون رو به ما دادید و از تک تک دوستانی که در لایو ما حاضر بودن. این برنامه مطمئنن سیو میشه و منتشر هم خواهد شد. درود بر شرفتون بانو نشد. اگر در انتها صحبتی با دوستان دارید بفرمایید. من سپاسگزاری میکنم از همه میهن پرستان. فقط باید حواسامون جمع باشه، دروغ به خوردمون ندن، حقایق رو دنبالش بریم و اینها همه دشمنان پهلوی هستند و دوره‌ای رو که من افتخار داشتم زندگی کنم درش زمان شاهنشاه آریامهر بوده و هنوز که هنوز اون نون سربازی، خون سربازی در وجود من و در وجود خیلی از بچه های نظامیان هست و آقای جوانمردی هم مطمئن باشن نه تنها ایشون، حتی پدر جد ایشون، البته با احترام به پدرشون که نظامی بودن، البته من نمیشناسم ایشون رو، بدونن که ما یک انگشت از خاک خودمون رو نمیذاریم تو حلقتون بره، حتی نفسش رو بکشیم. سر همتون رو سینه هاتونه، دست بردارید، به هیچ جا نخواهید رسید. فعالیتتون رو بذارید برای آینده ایران و درست کردن ایران و کمک به مردم ایران، نه با خصومت، با قلبی پاک. به هر حال سپاسگزار از همه عزیزانی که حضور داشتن، من وقتشون رو گرفتم و جناب‌عالی آقای رادمان و آقای سیاوش امانیه بسیار عزیز و ادمین بسیار عزیزشون، بی نهایت سپاسگزارم که وقتتون رو به من دادید. جاوید شاه، پاینده ایران، به امید آزادی هر چه زودتر ایران. درود بر شما بانو شاد. من هم به نوبه خودم از شما سپاسگزارم، از همه دوستانی که در برنامه ما حاضر بودن از تک تکشون سپاسگزارم. دوستان، این برنامه ها براشون زحمت کشیده میشه، وقت گذاشته میشه، خواهشن بعد از اینکه سیو شد حتما حتما برای دوستانتون ارسال بکنید. هر نفری رو که ما بتونیم آگاه بکنیم یک گام بسیار بسیار بلند در آگاهی مردم ایران برداشتیم. ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که دست این افراد رو برای همگان رو بکنیم و از کسایی هم که حالا توی کانالاش، توی پیجش فعالیت حالا میکنند یا مثلا حتی به عنوان یک ممبر عادی هم هستن، خواهش میکنم که بیایید بیرون ببینید وقتی که به یک شخصیت بزرگی چون آریامهر ایشون داره دروغ میبنده، مطمئن باشید بقیه اخبارش هم اخبار کذب و دروغی بیش نیست. درود بر شما و بسیار سپاسگزارم. من یک سپاسگزاری هم باز مجددن بکنم از دوستانی که پشت برنامه در پشت صحنه سیاوش عزیز و ادمین عزیزشون فعالیت کردن بکنم و از تک تک شما دوستان بانو نشاد خیلی سپاسگزارم از شما. ما از شما خداحافظی میکنیم، امیدوارم که باز هم فرصتی داشته باشیم در برنامه های آتی در خدمت شما بزرگوار باشیم. پاینده ایران، جاوید شاه و برافراشته پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران در ایران و نقطه به نقطه جهان هستی. درود بر شما. درود بر شما.